برنامه خدا عرضه. سلام و صبح خیلی دارم خدمت همه دوزاران برنامه جمعه خوش. امیدوار هستم جور و سعدمند باشین و یک صبح آدینه خوب و خوش را آغازگر شده باشین. دوست عزیز، روز جمعه هست و من با جمعی از البته اتفاق همکاران بسیار خوب و مبوز آمدیم در شهر و در یک از تفریگاه های شهر کابل هستیم که پارک شهر است. البته ما تنها نیستم، جمعی از همکارای ما امروز اومدیم، خواستیم که امروز یک برنامه متفاوتر تقدیم شما ایزان بکنیم. پس در آغاز بیاین که صحبت های سعید جان هم داشته باشیم، باز بعدش تو عرفای بدیر البته با شما می داشته باشیم. سلام سعید، صبح بخیر. سلام عزیزم، صبح خودت بخیر و امیدوارم جمعی خوب و خوش آغاز کرده باشی. من برنامه خود سلام گرم خدا به همتنان عزیزم تقدیم میکنم. امیدوار هستم یک جمعه خوب و عالی شروع کرده باشن و دور از مشکلات در امان باشن. خب ما گفته هدیجان دیگه امروز با جمع از همکاران ما بیرون آمدیم در یک از تفریگاه های شهر و امیدوار هستیم یک برنامه عالی را با شما تقدیم کنیم و شما هم با دیدن برنامه ما لذت ببرید و تا آخرین دم با ما همراه باشید. بله. خب حالا انشاءالله کامتون رسای جان. و امروز بر ما بگی که صبح چی دونا باز کرد روز دوباره است. صبح امروز بسیار متفاوتر از دیگر روزها و دیگر هفته هاست و بسیار عالی آغاز کردم. شما چطور؟ بر ما خیلی امروز خوشایند است. واقعا اینه که امروز از دفتر بیرون برآمدیم، البته جمعی از همکاران با ما هستن. بله. که در بخش کمره و یکی از همکارای دیگه ما از بخش برنامه‌های اجتماعی امروز آوردیمشون تا با ما کمی تفریح کنن و خوش بگذره برشون. امیدوار هستم دوستانم که بیننده برنامه هستن تا آخرین لحظات برنامه امروز ما را همراهی کنید. براتون وعده ایره ما و سهیل امروز میتونیم که برنامه را اگر شما تا آخرین لحظات همراهی کنید بسیار براتون خوش خواهد گذشت و شما هم همراهی ما لذت خواهد برده. بس سهیل چی خوب است؟ حالا دوستان عزیز اگر تصاویر از داخل پارک ببینن و ما امروز چیکارا میکنیم ببینن، در وقت ما همه مهمانای ما صحبت شروع میکنیم و در حضور شما دوباره حاضر میشیم. بله. و سال جان همطور خودت گفتی دوستان هایی که ما البته همکار خوب ما رو با خود آوردیم، فاطمه جان، البته فاطمه جان استرانگزی با ما هستن امروز صحبت ها رو با اونا میداشته باشیم. اما قبل از اینکه فاطمه جان ببینیم کجا هست و چیکار میکنه امروز در پارک آورده میشه، اما نمیفهمیم که کجا رفته و مصروف چیکار هست. پس ما یکان تصاویر ببینیم که ما امروز در طول روز، یعنی در طول امروز روز جمعه ما که در شهر آمدیم و در پارک مصروف چیکار هستیم و بر شما چه قسم یک برنامه رو تقدیم میکنیم و از اونم برمیگردیم. ما سعید جان همراه با همکارمون فاطمه جان استرانگزی با ما باشید. سلام خوب است فاطمه جان، روز جمعتان بخیر. از شما هم چنان. سلام خدمت هدیه جان، خدمت سهیل جان،
بله دوستای عزیز، البته نگفته نگذارم فاطمه جان، البته فاطمه جان استانکزی یکی از همکارای بسیار خوب ما در بخش برنامه اجتماعی ما را همراهی میکنن که همروزه برنامهشان البته لایف است از ساعت 2 تا 3 و در طول هفته تمام روز اینا مصروف کارای البته بعضی کارا یعنی آماده ساختن برنامه و چیزا میباشن. امروز خواستیم که فاطمه جان همراه خود بیاریم و اینجا یکم که تفریح کنیم تا برنامه خوش بگذره و خستگی که در طول هفته اگر می داشته باشن اونا هم رفع شه و فاطمه جان دیگه کار خودش رو می داشته باشه. ما هم در اول سلام های خود خدمت دو همکار خیلی خوبم تقدیم میکنم، هدیه جان و سهیل جان و همه دوستانی که بیننده برنامه جمعه خوش هستن. ان شاءالله که شما ایزانم جور و صحتمند باشین و امروز هم ما کنار همکارانم اومدیم با ایشان، ان شاءالله که یک برنامه خوب و یک روز خوب را بتونیم که تجربه بکنیم و در صفحه خاطرات ما بتونیم ثبت بشه. فاطمه جان نیوسیده جان، فاطمه جان می عزیزم که روز جمعه چگونه آغاز کردین؟ خیلی خوب است، با همکارانم مثل روزهای رسمی قدر زیاد فرق نداشت، چون همه روزهای رسمی هم در دفتر با همکارای روز آغاز میکنم. امروز هم همونطور خوشبختانه با شما و جمع از همکارانم در امروز متفاوت است فاطمه جان، به خاطر که بیرون اومدیم خواستیم که دفتر فقط تفاوتش اینه است که ما امروز داخل دفتر برنامه نداریم و بیرون از دفتر هستیم. بله تنها تفاوتش اینه است که امروز یگان گیم هم بازی میکنیم همراه فاطمه جان و مطمئن هستم بر فاطمه جان هم زیاد خوش میگذره، ای که تمام روز یعنی در طول هفته مصروف بعضی کارهای دفتر میباشی و همه اوقات در دفتر میگذرن. امروز پس مطمئن هست که مثل ما و سهیل جان رفتا هم بسیار خوش میگذرن بدون شک خودت ما را همراهی بکنید در بعضی که ما بدون شک این میتونم بگویم که اگر نهایت کوشش ما کنم و امو جرات پیدا بکنم که ازمو گیمای که شما بازی میکنین ما هم جرات پیدا بکنم ان شاء الله امروز ان شاء الله میفهمم که حاجی جان از ما که جرات خاطر بله. و سایل قبل از اینکه یعنی در راه بودیم و میخواستیم که پارکشار بیاییم، فاطمه جان گفتن که از یک دلار از گیمای محدود نام بردن خودشان که از نهای کمه که میترسن و شاید البته بازی نکنن، ولی ما سهل فاطمه جان وادار میسازیم یا مجبور میسازیم در گیمایی که ما سهل البته میخواییم بازی کنیم فاطمه جان ما را همراهی کنه خاطر که ما را تنها نگذاره و مطمئن هستم که باشه یک تجربه بسیار خوب خواهد شد. ببینیم ان شاء الله چطور میشه. بسیار خوب است. میرم طرف گیم و دوستای عزیز شما ما را همراهی کنید که کدام گیم را در اول میخوایم بازی کنیم، به اتفاق هم دیگه گیم انتخاب میکنه و حتما یک گیم بازی میکنیم. پس بریم؟ بله دوستای عزیز، البته در آغاز برنامه خواستم که گیم بازی کنیم و گیم هم نشان زنی هست. اول سهیل جان نشان میزنه ببینیم که میتونه موفق شه یا خیر، بعدشون فاطمه جان و در آخرشون من. بس شما ما رو همراهی کنیم ببینیم که سهیل جان چه قسم گیم البته نشان زنی میکنه. We'll be right back.
اردوسای عزیز، امیدوار هستم تو این دمه برنامه با دلتون باشه و بوده باشه و از دیدن برنامه لذت برده باشین. خب از مهمان ما فاطمه جان چطور بود امروز؟ براتون لذت بخش بود؟ خیلی عالی بود. بازیایی را که امروز با جمع از همکارانم تجربه کردم، خصوصا بازیهای وحشتناک را. اگه همکارانم در کنارم نمی بودن، خصوصا کامرمنای عزیز ما حالا خیلی زحمت میکشیدن و مرا همراهی نمیکردن، فکر نمیکنم که یک تجربه خوب برام می بود امروز. بله، ما خوشحال شدیم که امروز داشتیم البته در برنامه جمعه خوش با خود ما فاطمه جان امیدوار هستیم تا اینم از برنامه براتون خوش گذشته باشه، برای ما که واقعا خوش گذشت. اما بر دوستای چیز دیگر میخوایم بگیم که برنامه هنوز تمام نشده و بودی خیلی زیاد دیگه مونده که ما و سایل و اگر فاطمه جانم خواستن که شرکت کنن حتما براتون انجام میدیم. پس تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین و در این لحظات برنامه‌ای که شما خسته نشین چی آماده نشد براتون سایل جان میگه. خب شما بینیده عزیز اگه آهنگ تماشا کنین، تا شما آهنگ تماشا میکنین دوباره ما برمیگردیم، با ما باشین. هنوز بازی های زیاد مانده که ما با هدیه جان انجام میدیم.
عزیز، همونطور که براتون در آغاز البته یادآور شدم، در این بخش برنامه میخوایم گزارش داشته باشیم از بعضی از دوستایی که اینجا آمدن برای تفریح و ببینیم که دوستای ما به خاطر چی اینجا میاین و چقدر دوست دارن که اینجا بیان برای تفریح. و یکی از شرمنده عزیز ما با ما هستن. سلام و روزتون بخیر. السلام علیکم. سلام دارم به وطندارای گلم، آرزو جان هستم از کابل و فعلا در تفریح اینجا تشریف دارم. بسیار خوب آرزو جان، خوشحال هستیم که خودت هم اینجا آمدی و با شما هم کلام شدیم. آرزو جان برای ما اینا میگن که بار اولشان هست اینجا آمدن یا خیر؟ به خاطر که اینجا برای تفریح جای خوب است و آب و هوای خوبی هم داره و همچنان وسایل تفریحیشی، بار سوم است که در اینجا آمدم. بسیار خوب. امروز با کی آمدی آرزو جان؟ امروز با دوستان میریم و بعضی اوقات بیشتر با فامیل اینجا وقت میتیم. بسیار خوب. فعلا امروز دوستای کامل نام اونا رو میشه بگویی؟ یکیشون جمیله خانم است و یکیش فرزانه خانم. چی تان میشن اونا؟ یکیش خواهرم است و یکیش از دوستان نزدیک است. چون که تفریح خوب خوش داشته باشی، خوشحال شدیم از معرفی شدن به خودت. دوستان بخیر. خب دوستای عزیز، ما در پارک تفریحی هستیم و خواستیم از بعض افرادی که اینجا به تفریح آمدن، همه فامیلاشون یا هم تنها، ازشون بعض سوالا کنیم که روزای جمعه معمولا چی کارا میکنن. خب سلام علیکم، اسمتان و از کجا هستی؟ و علیکم السلام، اسمم احسان لاس از ولایت لغمان است. خب احسان جان بسیار زیاد خوش آمدین. خب میخواستم از این بپرسم که روزای جمعه معمولا شما چی کارا میکنین؟ بخیر باشی، ما خب وظیفه داریم دیگه. روزای جمعه که رخصت باشیم باز یگان وقت در این پارک ها میمیایم که ساعت ما تیر شد یگان تنگیوالا باشه دیگه، نمیتونیم که رخصتی برای چی کنیم. خب معمولا این پارک ها به نظر شما آیا مفید است به جامعه ما؟ والا دیگه چرا نه، وخام وخا دیگه با جامعه خودسی تفریح به خاطر تفریح دیگه یگان تا فامیلا میاید، بچه ها میاید، دخترا میاید دیگه، از خاطر که دلش آرام شه و خاطر ساتیری یگان تو چیش. یعنی شما یک محیط آرام میره فکر میکنه بختر آرامش رو، یعنی آدم اینجا میتونه خود آرام احساس کنه همه قسمت. بلکل بلکل، از خاطر زمی که یک کمه که دلش چیش و خوش باشه، کتیان دیوالا باشه، ای طرف و طرف بگردنه و پارکا باشه، دلش خوش باشه از خاطر زمین. شما امروز با روز جمعه با فامیل آمدین یا با دوستان؟ نه خیر، نه تنام رو آمده ایم امروز اینجا اندیوال ما سه اون ای طرف چکر میزنه، او هم از سکت اندیوال ما آمده ایم. و چی بود از خاطر وزیبه رسخات هم بودیم آمده ایم خاطر تفریه که تفریه کنیم. بسیار خوش آمدین و از تفریحتان لذت ببرید. تشکر بسیار زیاد که با ما مصاحبه کردید. بخیر باشید. تشکر از شما که برای ما صحبت کردید. تشکر بسیار زیاد. خب دوستان عزیز با ما باشین که ببینیم با افراد دیگه هم کمی صحبت میکنیم و میبینیم که درباره پارکاش با ما چی میگن. خب دوستان عزیز با ما همراه باشین، بیاین که بریم و دیگه دوستای ما رو پیدا کنیم، ببینیم که اینجا دیگه کدام دوستای ما اومدن برای تفریح کردن. با ما همراه باشین. بله دوستان عزیز، و ما هم اومدم در یکی از گوشه های پارک شهر، یکی از دوستای خوردم و یا دوستای کوچک ما رو پیدا کردم، باشون مصاحبه میکنم که اینجا چی میکنن. در آغاز سلام و روزتان بخیر. سلام علیکم. نامتان میشه با ما بگویید؟ مسعود. مسعود جان اینجا چی میکنی خودت؟ بود پالشی. آها، بود پالشی میکنی در پارک شهر. و چقدر وقت میشه اینجا بود پالشی میکنی مسعود؟ تقریبا نگم دو سال میشه که اینجا کار میکنم. باز چطور از کارت میشه یا خیر؟ دیگه خوبه، نسبت به مشتری سرچق مشتری باشم که کارم خوب است. معمولا روزانه چند درآمد میداشته باشی از بود پالشی خودت اینجا؟ سه ست سی بودم ست شکل نمیشم. بسیار عالی، ان شاءالله که موفق باشی مسعود جان. و بر دوستایی که بیننده هستن امیال فعلا خودت اگر کدام پیام و گفتنی داشته باشی بفرما. من میخوام دوستا خود پیام دارم که همش به این پارک چکر بزن، لذت ببرن از هر چیزای عجیب و چیزای خوش میخوام که بیان لذت ببرن. خب خب مسعود جان، حالا بر ما اینو بگو خودت که ده وقت اینجا خودت بود بازی میکنی یا مصروف کار هستی، از یگان گیم چیزی شما استفاده میکنی، میخوای لذت ببری یا خیر؟ میخوام که یگان ساتری شگر خودم مثبت بکنم بسیار کار کنم، میخوام ساتری کنم. بسیار عالی، خوشحال شدم مسعود جان، موفق باشید. خب دوست عزیز، باز هم یک افتان رو با ما هستن و از شما میپرسیم که درباره پارک با ما چی میگن. خب دوست عزیز، اسمتان و از کجا هستی؟ اسم از عبدالنافع، از ولایت بغلان، ولسوالی نهرین. فعلا در شهر کابل آمدیم، خواستیم در پارک بیم، اما پارک بهترین چیزی است برای روحیه دادن به جوانان. خب آیا فکر میکنین این پارک ها، تاسیس پارک ها در کابل یا در شهری که فعلا نسبتا دیگه افغانستان امنیتش قدر خوبتر نیست، تاسیس پارک های به جوانان ما خوبتر است؟ بله چرا نیست، بلکه زمانی که ما میم در پارک ما میدنیم از یک روحیه آرام
مستفید شویم. پارک ها به روحیه دادن به جوانان یا برای یک سرگرمیشان بهتر است. خب چقدر وقت میشه شما در کابل زندگی میکنید؟ ما مدت کم وقت میشه تقریبا یک در از میشه، بعد از این شاید دیرتر بمانیم دیگه. حالا فعلا در روز جمعه در کابل همه در پارک تفریح آمدین، همه فامیل آمدین یا همه دوستایتان؟ فعلا همه فامیل آمدیم، میخواییم یکان روزای شنبه که در اینجا برای فامیل هست به همراه فامیل ما بیاریم. تشکر بسیار زیاد از اینکه با ما مصاحبه کردین، تشکر بسیار زیاد. اگر پیامتان در وقت آخر داشته باشین، پیامتان برای هموطنان دیگه عزیز ما چی است؟ پیام ما به جوانان این است که همیشه از پارک هایی که در وطن ما یا در بعضی ولایات مشهور ما استفاده بکنن، همیشه بیان یک روحی آرام و از امنیت خوبی شهرها مستفید شون. سلام و روزتان بخیر. سلام علیکم، روز شما بخیر. نامتون رو میشه بر ما بگین؟ مریم هستم. مریم جان خوشحال هستیم خودت هم روز جدیدیم، بس میشه بر ما بگین امروز کی اومدی اینجا خودتون؟ تشکر همچنان، امروز دوستم اومدیم اینجا به خاطر تفریح. بسیار خوب، به خاطر تفریح اومدین بار اول تماس یا گاه دیگه هم اومده بودین و همیشه اینجا میان یا خیر؟ نه بار اول اومدیم، چندی بار امروز دوستا فامیل اینجا میایم به خاطر چکاری. خانه‌تون همین نزدیکی است دیگه شاید؟ نه، اون خانه ما طرف خوشرخی است. خب مریم جان، گفتی همیشه همراه دوستا و فامیل اینا میای، یعنی که زیاد علاقه مندی پارک هستی به خودت هم همیشه میای؟ بله ها، علاقه مند پارک هستم بسیار. برای تفریح کردن همچون جای، یعنی همچون تفریحگاه ها و پارک ها چقدر خوب است برای خانواده عزیز که خودت هم همیشه همراه فامیلت اینجا میای و همراه دوستات، چقدر دوست داری که همچون یک فضا یا یک محیط در افغانستان بیشتر شود تا بتونن همه بتونن عزیز ما لذت ببرن و تفریح هر قسم که دلشان شد، هر جایی که دلشان شد باز کرد. حالا امکان تفریح و جای بخش تفریح خب باید بیشتر باشه. خب شکر در کشور ما مکانهای ورزش تفریحی، مکانهای برای آرامش بخش کودکان، بخصوص کودکان دیگه نوجوانان یا بیشتر هستن. شکر این همین مثلا این پارک دیگه، پارک های دیگه هم از بیشتر خب بیشتر باشه. خب تر از آدم ها شکر میکشیم که در این نامی که هست، بازم کشور ما خوب است که این جای تفریح مکانهای که ساد آدم کلی میشه. خوشحال شده مریم جان از اینکه با خود مصاحبه داشتیم و امروز اینجا آمدیم، خودت همچنان دیدیم باش دو هم کلام شدیم. دوست بخیر باشه، تفریح خوب خوش داشتم. تشکر، همچنان خوش دیم. روزتان بخیر باشه. خوب هستین؟ بخیر. خوب جنجور بخیر هستین؟ زیاد خوب هستین. اسمتان از کجا هست؟ محمد عمر هستم، از کارتینه هستم. بسیار خوب محمد عمر جان، امروز آمدیم برای گردش چکر. به جگه که ما شوق چیزی کرده بود گفت بریم یک دفعه چکر بدیم، در مکتب ماشاءالله دو نمره شده، گفتم بیا یک تفریح کنیم یکم. نام خدا، نام خدا. یعنی همه بچه هایتون که از خاطر که دو نمره شده از خود به پارک تفریح آمدین شما؟ بله بله بله. بسیار خوب. اسم بچه هایتون؟ عثمان غنی. عثمان غنی چند ساله هستن؟ عثمان غنی 7 ساله میشه. 7 ساله شده. چقدر وقت میشه در کابل هستن؟ در کابل زندگی ما اینجا در کابل زندگی میکنم. آره، من خیلی خوب. خب چی فکر میکنین پارک های تفریح چقدر مفید است به آمد؟ بسیار خوبه، بسیار خوش است. مثلا تفریح میکنیم یک لذت میبریم، بسیار خوش میشه، ما میشیم بچه هم بسیار خوش میشه. خب همراه فامیلتان همچنان هستین؟ میان گاهی وقت در پارک تفریح؟ الان خنک بود به خاطر از اون ندید، فقط در این بچگه که خدا آوردم که آرزوهاش برآورده شود. بسیار عالی، بسیار خوش شدیم. همچنان تبریک باشه به بچه تان و همچنان پیامتان به خاطر که پارک تفریح در افغانستان زیاد است مگر زیاد هموطنان استفاده نمی کنند، پیامتان به او چیست؟ پیام ما به جوانایی است که باید بیاید به پارک بیاید تفریح کنند، چکر بزنن، فایده داره بسیار به آدم، به محیط آدم، به زندگی آدم، به هر چیز بسیار خوب است. سلام. سلام، روزتون بخیر باشه. روز شما هم بخیر باشه. اسمتون؟ سلما هستم. سلما جان خوش آمدید. البته خوشحال شدیم از اینکه خودت اینجا دیدیم و بر ما میگی که به خاطر چی اومدین اینجا؟ تشکر، سلامت باشی. به خاطر تفریح اومدیم همراه دوستم دیگه. خوش گذشت. بسیار خوب. همیشه اینجا میایین یا بار اولتون؟ تا فعلا بار سوم است که اومدیم، مصرفیات ها خلاص شد، باز اومدیم به تفریح با او خاطر. بیا خواهی ایران بارمو بگویم متعلم هستی و محصل؟ محصل هستم. سلام رشتن؟ رشته تربیت بدنی. بسیار عالی، خوشحال شدیم سلما جان از که با خودم اینجا هم کلام شدیم و معرفی شدیم. تفریح خوب خوش داشته باشیم. تشکر از شما، من خوشحال شدم. روز شما بخیر. روز شما بخیر باشه، تفریح خوب خوش. خب دوستای عزیز، اینم گزارش بود از هموطن عزیز ما که امروز اینجا در شهر آمده بودن برای تفریح کردن. دیدن که ماشاءالله خیلی هموطن عزیز ما دوست دارن یا خوش دارن همچون یک فضاهایی که
ایجاد شوه یا در همچون پارکایی که بر تفریح هست بر خانواده های عزیز یا با اقتداد از دوستشون بیان بر تفریح و امیدوار هستم شما ایزم که بیننده هستین شما هم بتونین از همچون یک محیط یا از همچون یک جاهای دیدنی و تفریح‌های خوب دیدن کنین با فامیلاتون با کسایی را که دوست دارین و در بخش های بعدی برنامه ما را همراهی کنین. Oh, oh, oh.
بله دوستان عزیز سلام مجدد تقدیم شما ایزان باشم. اونطور که از آغاز برنامه تا حالا برنامه رو شما تماشا کردید، بخش بسیار خوب و گیمای بسیار جالب بر شما داشتیم که اجرا کردیم. ماوسهل جان و فاطمه جان کم کار برشون پیش بود و اونا رفتن. ماوسهل جان در خدمت شما ایزان هستیم و خواستیم از این فرصتی که امروز پیش اومده استفاده کنیم. آقای حبیب الله اسمتی، یکی از شخصیت‌های فعال که ایشان رئیس گروه اسمتی هستن و همچنان رئیس پارک شهر هستن، امروز در دفترشان حضور داشتن و ما هم که پارک شهر آمده بودیم خواستیم از فرصت استفاده کنیم تا بیایم یک کم صحبت با ایشان همچنان داشته باشیم. سلام و روز جمعیتان بخیر. از شما بخیر باشه. بسیار زیاد خوش آمدید. خوش باشین. خب بیاین از این صحبت کنیم که روز شما رو چگونه خاص کردین شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر. سلام به شما، سلام به همه هموطنان عزیز. روز جمعه همونطور که بزرگا میگن عید غریباست. روز جمعه بسیار روز مبارک است. هر روز جمعه را من به تناوخته را با فامیل میباشم، بعدا آمادگی نماز عید میگیریم، بعد از او باز بخیر به پروگرام های شخصی خود میرسیم. بسیار عالی. و امروز خوشبخت هستیم ما و دوستانم که بیننده هستن که اومدیم بر صفحه شما هم در دفتر حضور داشتن. خواستم صحبت های خوب با شما هم داشته باشیم. ما از دیدن شما واقعا خوشحال شدیم. تشکر. من تلاش میکنم که بعض روزهای خود پارک بیام. پارک شهر چون جای تفریح است، من تفریح میکنم، هم دوستای خود میبینم و هم بعض دوستا تشریف میارن به عنوان میمان، از نو پذیرایی میکنیم و خوش شدم که شما هم تشریف آوردین و شما رو هم دیدیم. همچنان خب بیاین پس در آغاز در ارتباط تحصیلاتتون صحبت داشته باشیم که همیشه بگین مکتب در کجا آغاز کردین و در کجا تمام کردین و بعدش از دوره دانشگاهیتون برمایید که مخصص داشته باشید. ما در کابل تولد شدیم و در تمام همین رژیمایی که در افغانستان بود، هم در وقت مجاهدین، هر وقت طالبا و هم وقت جناب کرزی صاحب، ما در کابل بودم. تحصیلات خوردم در کابل کردیم، مکتبم در اینجا خواندیم. همین کشمکش های جنجال های که در افغانستان بود ایران ما گذشتاندیم. بعدا باز وارد پنتون شدیم، بخیر پنتون خلاص شد، حالا هم تصمیم دارم که بخیر طرف ماستری و اینا بریم و من در کارهای خود زیادتر مصروف هستم. تحصیلات گفتیم در پنتون کدام بیشتر خواندیم؟ من بخش گرافیک و اقتصاد خواندیم که اقتصاد چون ضرورت داریم ما و شما که اقتصاد هم بدانیم هم بخوانیم. خب از این بگیم که تحصیلاتون در پنتون در کدام رشته کردیم؟ ما در بخش اقتصاد و گرافیک تحصیلاتم هست و در کابل تحصیلات کردیم. بعد از این هم تصمیم دارم که بخیر طرف ماستری برم اگر روزگار و کاروبار مرا اجازه بده. بسیار خوب. بیاین از این بگوین که چی انگیزه باعث شد که پارک تفریحی را ایجاد کنید، یعنی پارک شهر؟ پارک شهر یکی خوب نیازمندی های شهرها به محلات تفریحی است. شما بهتر از من میدونید، من هست یک شهروند از این شهر که در کابل بسیار متاسفانه ساعت تفریحی هیچ اصلا نیست و اگر جایی های هم هست فقط صرف نامش هست. بعض پارک های هست که از قدیم بوده، اونا متاسفانه فقط نامشان پارک است و داخل از میریم پودری هست و بسیار کسافات مرده ها رو گپ هست. اگرچه که شاروالی بسیار تلاش میکنه، چون شاروالی نمیتونه که از هر دروازی پارک ها تکت بگیره و اونجا یک قویداد وضع بکنه، هر کس میره و متاسفانه متنان عزیز ما یک تعداد هندکشون اما فرهنگ شهرنشینی را مراعات نمیکنن، وضعیت پارک ها خراب میشه. و پارک شهر چون متفاوت از دیگه محلات تفریحی است، ما پارک شهر بعد از اینکه به داوطلبی برنده شدیم پارک به دست آوردیم، ما یک پارک ساختیم که حداقل مردم شهر کابل بسیار به خاطر راحت، به خاطر آرام با فامیلای عزیز خود، با اطفال نازنین خود تشریف بیارن و تفریح بکنن. و ما بسیار از این کار به خاطر راضی هستم که این کار به لبهای هموطنان ما همیشه خنده میاره و این کار هم به یک نوع ثواب است و هم خرما، چون بسیار تجارت ها در کابل است که به یک نوع یا به زجر پول میگیرن یا به یک نوع به غم پول میگیرن. ما بسیار به خوشی بر ما هم هموطنان هم پول به ما میدن و هم خوش میباشد. واقعا خب آقای اسمتی بیاین در ارتباط فامیل یکم صحبت داشته باشین. از فامیلتون بر ما قصه کنین، ازدواج کردین یا خیر و اگر ازدواج کردین چند تا فرزند؟ ما ازدواج کردیم، یک دختر ناز دارم، نامش مرحبا است، نزدیک به 4 سال است و ماشاءالله بسیار ذکی، بسیار هوشیار. فقط یک دخترک دارم. یک دخترک دارین. آقای اسمتی گاهی شده با فامیلتون خود سلام همینجا بر صفحه آمده باشین،
خانواتان یا بعضی از اقارب دیگه تان آورده باشین در پارکتان؟ مرحبا جان، خب بیخی هر روز که میریم ما رو باید پارک ببریم میگه. نه سر زبانم آمده میگه ما رو پارک ببریم. و روزای شنبه چون روزای فامیلی است، عموما اگر در ما 4 هفته داشته باشین، من عموما 2 هفته یا 1 هفته ضرور فامیل خدا اینجا میارم. چون روزای شنبه روزای فامیلی است، عموما فامیل ما میان 2 ساعت 3 ساعت از پارک استفاده میکنن، مثل که دیگه فامیل های عزیز تشریف میارن. عموما فامیل ما از ایجاد پارک چقدر وقت مدت میشه؟ حدودا 5 سال میشه و طرف سال 6 روان هستیم. بخیر که ما بسیار خاطری خوش و 5 سال سابقه کاری داریم. بسیار عالی. و آقای اسمتی رو بر ما بگوین در حدود 5 سال چقدر از هموطن عزیز ما و شهروند عزیز ما که در پارک آمدن راضی بودن از پارکتان و چه چیزایی را اونا خواستن که شما نماوری داشته باشین، چه چیزایی دیگه را خودتان خواستن که در پارک نماوری داشته باشین؟ من قانونش همی است که هر سال باید نماوری شه. اگر نوآوری نشه ماز مردم خسته میشه. خب هر سال بیایم پارک تکراری ما هر سال در پارک سرمایه‌گذاری زیادتر میکنیم و تغییرات میاریم به رنگش، به دیزاینش، به گلگلکاری، به ماشینری، به هر چیز اینا ما تفاوت میاریم که مردم به یک خاطر آرام و به یک دل گرمتر تشریف بیارن. ولی متاسفانه بعض موضوعات هست که مشتری های ما را کمتر ساخته، موضوعات اقتصادی مردم، موضوعات اگر در سطح شهر خدای ناخواسته کدام روز یک انتحاری میشه مطلق سر تمام تجارت ها تاثیر میکنه و کاربار ما احساس امنیت نمیکنم از خاطر خدا باز نمیاد وقتی که کدام حادثه شود. بس موضوع امنیت پارک ما به هیچ عنوان قابل چی نیست، به خاطر اینکه پارک شهر یک ساحه کاملا ملکی است. ما به هیچ موافق ما مخالف کدام مشکل ما نداریم، چون ما سایه ملکی هستیم و سایه عامل منفعه است از فامیلا و طفلای عزیز است. من باور دارم که هیچ کس با ما مشکل نداره. خب فقط موضوعات امنیت سطح شهر است. اگر کدام روز یک اینطوری میشه ذهنن مردم چون نارام میباشن نمیخوان تفریح بکنن. مثال بسیاری وقتا ما برابر شدیم که یک اینطوری شده، یک هفته پیش یک موتر برابر شدیم، موتر تایپ گل کده برادر گل کو بیبی که دو وطن خون میریزه تو تایپ فلان کده. یعنی ای احساس مردم در مقابلش ما گفتم که احساس مردم که آرام نباشه، ذهن آرام نباشن اونا تفریح نمیکنن. شما به خاطر مسئولیت بیشتر از شهروندان عزیز ما که اینجا بر تفریح میان کدام کارکرد خاصی را انجام دادین یا خیر میشه از یوم یادآوری شوین تا دوستایی که بیننده هستن به خاطر جمع بیاین اینجا برای تفریح کرده؟ مسئولیت پارک شهر تمام ساحاتش زیر فوکس کامرای امنیتی است که کنترل روم داریم، بخش امنیتی داریم که امنیت کسی خدای ناخواسته با فامیل های عزیز گستاخی نکنن، لوچکی نکنن یا کدام پرخاش نشه ما کاملا زیر نظر داریم و هیچ گاهی ما کدام خاطری تلخی از این آیه نداشتیم و هر لحظه ما زیر نظر داریم پارک که اگر کسی اندکترین حرکتی هم بکنه امنیت پارک در خدمتشون است، بخش امنیتی پارک در خدمتشون است، میتونن که به زودترین فرصت به سوالاتشون جواب بدن. بسیار خوب. بیاین در کل در ارتباط کارکردهایتان بر ما بگوین و چه پلانای دیگه هم دارین در آینده ها میخواین در ارتباط امی پارک باشه یا کار دیگه باشه برای شهروند عزیز ما شما انجام بدین؟ من خب زود پروگرام ها دارم خصوصا در بخش تفریحی. متاسفانه که ادارات حکومتی هیچگاه با ما هم نظر نبودن و یا اینکه در مذاقشان ما خوش نخوردیم. اما عموماً با سر شخص رئیس صاحب جمهور صدا زدیم که جناب رئیس صاحب اگر صدای ما را میشنوی، اگر مصاحبه ما را گای مسئولین بخش مطبوعاتی بر خود پیام ما را میرسانن، پیام ما ای است که شهر کابل 7 میلیون نفوذ داره و افغانستان هم در حدود 35 نزدیک به 36 37 میلیون نفوذ است. اینا به تفریح نیاز دارن و محلات تفریح باید ساخته شوه. محلات تفریحی چند خوبی داره. یکی که محلات تفریح هضمی دغدغه های روزمره مردم ما را دور میسازه، چشمای هوایدی جور میشه، شهر آباد میشه، مردم به کار میفته و دلگرم میشه مردم افغانستان. بسیاری مردم اینه میال میرن به این بهانه میکنن در فامیل خود من مریض هستم. مریض نیستن ولی گردی ما درد گرفته میرم این می فقط تفریح. میرن دبی که من اینی فلانی کار دارم، فامیل خود به یک نوع فریب میتونن میرن اونجا تفریح میکنن. چون اصل گپ تفریح، خسته میشن، دماغان خسته میشن، خبر میبینن انتحاری، انفجار، فلانی مرد، فلانی بسته شد، فلانی تو شد. یک ساحه در یک شهر نیست، در یک کشور نیست که آدم بره یک ساعت مغز خود را فرش کنه. من خواهشم از شخص رئیس جمهوری است که همه تاجرای افغانستان،
حاضر هستند که در بخش سکتور تفریحی سرمایه گذاری بکنن، اجازه بدن که ساحاتی که امیال بدون صاحب افتیدگی است کلش خراب است، همینا رو اجازه بدن که حداقل سایه خوب جور شه، مردم افغانستان برن اونجا تفریح بکنه و یک عاید خوب هم بر مردم شه. من باور دارم که این پیشنهاد ما پیشنهاد بد نیست. اگر از ما میخواین، من نیس خادم از این شهر و مردم، ما آماده هستم که با قیمت خون و جان خود سایه تفریح به مردم بسازم و حتی قرضه بگیرم که تبیز که به این پارک خودم قرضه گرفته بودم و عالم قرضدار است. اهداف بسیار نیک دارین و ما هم دعا میکنیم که شخصیت هایی مثل شما را خداوند در حفظ و امان خود داشته باشه، و چون که شما شخصیت هایی هستین که مفید هستین بر جامعه و تمام شهروندان عزیز ما، خوشحال شدیم از اینکه صحبت با شما داشتیم و امروز آمدیم از بار که شهر دیدن کرده. ما و سنجان هم زیاد لذت بردیم و امیدوار هستم دوستانی که با ما بودن اونا همچنان لذت برده باشن و بازم تشکر از خودتان. تشکر بسیار. روزتان بخیر. خب دوستان عزیز که بیننده برنامه هستن، سپاسگزاری خاص بازم از شما ایزان میکنم. با دیدن چند تصویر دیگه ما هم امروز از حضور شما ایزان مرخص میشیم. همین قدر بود برنامه جمعه خوش امروزی در این هفته که براتون تقدیم کردیم. با برنامه های زیبا و قشنگ بعدی آینه باشین. خدا نگهدار همگان. امیدوار هستیم از برنامه که تقدیمتان کردیم لذت برده باشین. تا برنامه بعد که باز ما هدیه جان در خدمتتان میباشیم. خدا حافظ.